هزاران پناهجو که در میان آنها تعداد زیادی ایرانی دیده می شود کماکان در مرز بین یونان و ترکیه سرگردان ماندند ترکیه پناهجویان را تشویق کرده به طرف اروپا بروند ولی یونان دروازه های خود را به روی آنها بسته و ترکیه هم اجازه بازگشت به پناهجویانی را که قصد بازگشت داشته باشند نمی دهد برای بررسی بیشتر علی جوان مردی از اربیل کردستان عراق با ماست علی درباره این تراژدی انسانی اصولاً برای ما بگو آریان داریم وارد دو هفته میشیم که هزاران نفر که از ترکیه رانده شدند و از طرف یونان هم در واقع مانده درخواست رو یونان به طرفشون باز نکرده و میخوام برگردن به ترکیه هم دیگه راهی ندارند در اون منطقه یعنی در اون مرز برزخی گیر افتادند در بین اینها صدها پناهجوی ایرانی هم وجود داره که ویدیوهای زیادی میفرستند از وضعیت بحرانی که در اون منطقه دارند ترکیه در واقع حدود دو هفته پیش دروازه های مرزیش رو به روی همه پناهجویانی باز کرد که عمدتا از 2011 به بعد یعنی در جریان جنگ داخلی در سوریه به این طرف آواره شده بودن در سوریه بعد از اینکه ترکیه در واقع تا حدی امید شد از تلاش هایی که برای ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه میخواست برای این پناهجویان با حمایت اتحادیه اروپا ایجاد بکنه بعد از اون حالا ترکیه متهم شده به اینکه میخواد از این پناهجویان به عنوان یک عامل فشار بر اتحادیه اروپا استفاده بکنه وضعیت این پناهجویان بسیار بد هست با خیلیاشون تماس گرفتیم میگن که حتی نه فقط مسئله این نیست که ترکیه دروازه هاش رو باز کرد بدون هیچ برنامه اونها رو فرستاد به سمت اروپا تحت این نام اینها هم تلاش کردند که به سمت یونان برند پلیس یونان با اینها بدرفتاری کرده به اینها شلیک کرده تعدادی رو زخمی کرده دستگیر کرده ضرب و شتم بی سابقه ای که دست کم پناهجو ها فکر کردند که این از پلیس یک کشور اروپایی بعید هست در هر صورت در این بین یعنی چه یونان چه ترکیه که با قصد فشار سیاسی دروازه هاش رو باز کرده این پناهجویان هستند که قربانی شدند و به نوعی رفتن به اروپا و خلاص شدن از ترکیه براشون به یک رؤیا تبدیل شده